با سلام به شما بینندگان تلویزیون کانال جدید، من حامد جمالی هستم، بیننده بخش دوم برنامه رویدادها هستید. به همراه سایر دستاندرکاران برنامه امروز سه‌شنبه 1 شهریور 1401 برابر با 23 اوت 2022 رو تقدیم حضور شما میکنیم. ابتدا نگاه کوتاهی میکنیم به چند خبر مهم امروز. شرکت صنایع چینی تقدیس گناباد تصمیم به اخراج 500 کارگر گرفته است. مرگ دست جمعی هزاران ماهی در بندر ماهشهر بر اثر آلودگی‌های محیط زیستی و آلاینده‌های صنعتی. محمود سالاری معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرده حمایت‌های دولتی فقط شامل جریانی از هنر است که بتواند منشور هنر جمهوری اسلامی را که خمینی اعلام کرده تقویت کند. امروز حدود 60 نفر از کارگران اخراج شده شرکت روغن نباتی جهان در مقابل این شرکت و سپس مقابل ساختمان استانداری زنجان دست به اعتراض و تجمع زدند. مدیر سابق امنیت توییتر در یک گفتگو فاش کرد بعضی از کارکنان این شرکت ممکن است برای سرویس‌های اطلاعاتی خارجی کار کنند. چند سال پیش سازمان ملل 22 اوت برابر با 31 مرداد را روز جهانی بزرگداشت قربانیان خشونت به دلایل مذهبی و اعتقادی نامگذاری کرد. به همین مناسبت کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد دیروز طی بیانیه با مسئولان استان دولت‌ها در تبعیضات مذهبی در سراسر جهان خشونت بر این مبنا را شدیداً محکوم کرد. به علاوه گروهی از کارشناسان سازمان ملل و همچنین سازمان عفو بین الملل در دو بیانیه جداگانه به مسئله برخوردهای شدیداً خشونت‌بار و تبعیض‌آمیز علیه بهائیان در ایران پرداختند. به این بهانه می‌خوایم نگاهی بندازیم به وضعیت سرکوب بیخدایان و دیگراندیشان در ایران. از کیوان جاوید عضو دفتر سیاسی حزب کمونیست کارگری ایران دعوت کردیم که در این برنامه مهمان ما باشند. ضمن خوشامدگویی به شما کیوان جاوید، سوال اول من اینه که اساساً چرا در دنیای امروز باید روز جهانی برای گرامی داشت قربانیان مذهب داشته باشیم؟ مگه کارنامه مذهب در طول تاریخ چی بوده که امروز ضرورت چنین روزی برای قربانیان اون احساس میشه؟ بله، اگه توجه کنید خیلی جالبه که عمر جمهوری اسلامی 43 ساله و این بیانیه 41 سال پیش، یعنی 2 سال بعد از اینکه جمهوری اسلامی رو کار اومد این بیانیه هم صادر شد. به یه معنا میشه گفت که با رو کار اومدن جمهوری اسلامی و اشاعه جهانی تروریسم اسلامی، آدمکشی اسلامی و از جمله فتوای خمینی در رابطه با کشتن سلمان رشدی که اونو سال 67 این فتوا رو البته داد، نشون میده که چقدر رابطه تنگاتنگی وجود داره بین اسلام و مذهب در قدرت و سرکوب همه اعتقادات و حتی اقلیت‌های مذهبی و بیخدایان و تمام کسایی که به اصطلاح یه جوری غیر از ایدئولوژی رسمی یک حکومت مذهبی رفتار میکنن. این نشون میده که اولین مسئله اینه که مذهب وقتی در قدرت خصوصا باشه چه جنایت سازمان یافته ای رو سازمان میده و اعمال میکنه و چه منشأ چه جنایت های خوفناکی میشه. البته خب جنایت مذهب محدود به این دوره نیست. وقتی علم پیشرفت و پیشرفت میکرد، اولین قدرتی که به طور متشکل و سازمان یافته در مقابل بی خدایان و علم قرار گرفت کلیسا بود که انگیزاسیونش معروفه و آدمکشی های گستردش معروفه و شخصیت های مثل گالیله رو مجبور کردند که بگه که این خورشیده که دور زمین میگرده، نه اینکه زمین دور خورشید میگرده. و وقتی این ماجرا تموم شد، موقعی بود که انقلاب فرانسه دست مذهب و کلیسا رو از قدرت کوتاه کرد و جامعه رو به این معنا آزاد کرد از نفوذ مذهب. در ایران هم خب مسئله خیلی واضح و روشنه که میتونیم در سوال بعدی اگه باشه جواب بدم. بله، به همین موضوع شما اشاره کردید، به 43 سال عمر جمهوری اسلامی. اگه به شرایط حاکمیت مذهب توی ایران نگاه بکنیم، کارنامه و
رویکرد جمهوری اسلامی در برخورد با بیخدایان، دگراندیشان یا افراد معتقد به ادیان دیگه به جز اسلام رو شما چطور ارزیابی میکنید؟ آیا سرکوب حکومت تونسته اختناق فکری و عقیدتی توی جامعه ایجاد بکنه؟ خب این بخش دوم سوال بعدا جواب میدم. ببینید اسلامی ها فقط در دوران حکومت پهلوی هم سازمانی داشتن به نام مبارزه با بهاییان. بهایی ها رو حتی شکار میکردن، خونه هاشون رو آتش میزدن، کتک میزدن، ولی چون در دولت و قدرت نبودند خب یک جریان مفتزه و حاشیه‌ای بودن. همین ایدئولوژی و همین فکر و همین به اصطلاح ایدئولوژی منحط به قدرت میرسه و اینو سازمان یافته میکنه، دولتی میکنه، قانون میذاره و از همون ابتدا سال 57 که قدرت رو میگیره بهائیان رو باید میبردن زندان، دستگیر میکردن و اونا رو مجبور میکردند که اعتراف بکنند با فرقه به اصطلاح از نظر جمهوری اسلامی فرقه زاله بهائیت همکاری ندارند، قبولش ندارند، تردش میکنند، محکومش میکنند و کسایی که این کار رو نمیکردند سالها در زندان میموندند و مورد آزار و اذیت شکنجه قرار می گرفتن و ادامهش همونه که همین الان می بینیم. خونه هاشون آتش می زنن، اموالشون رو مصادره می کنن، امکان نمی دن برن دانشگاه یا تحصیلات عالیه داشته باشن و وقتی بهاییانی که گروه های خودشون رو درست می کنن به هر حال تبلیغ می خوان در جمع خودشون باشن به عنوان به اصطلاح نیروها و افراد وابسته به اسرائیل و آمریکا و انگلیس و دیگر چیزایی که اینا متخصصن اسم گذاری دستگیر میکنن و زندانی میکنن. ولی فقط به بهائیان نیست، همه ادیان غیر از اسلام اثناعشری 12 امامی حتی سنی هایی که به پیغمبر خودشون و قرآن اعتقاد دارن شدیداً مورد تبعیضن و مورد آزار و اذیتن. یهودی ها همینطور و مسیح ها همینطور و مهمترین چیزی که این بیانیه سازمان ملل هم نمیگه بی خدایان هن. بی خدایی در ایران کفر به اعدام داره. شما اگه به اسلام میگن 98% تمام ایرانی ها مسلمون هن و هر کسی که بگه من بی خدا نیستم چون از خانواده مسلمون بیرون اومده به اسلام اسلام کنار گذاشته حکمش اعدامه. ما که هزاران نفر رو میشناسم به چشم دیدم بس بر سر این بود در زندانها خدا رو قبول دارید یا ندارید، اگه طرف میگه قبول ندارم حکم اعدام بود. سال 67 هزاران زندانی چپ و اینجوری اعدام کردن. پس ما کارکرد حکومت مذهبی در قدرت و جمهوری اسلامی در قدرت هم دیدیم و میدونیم چقدر شنیع و جنایتکارانه عمل میکنه، اما آیا تونسته کنترل بکنه؟ خوشبختانه وضعیت جامعه اینجوری نشون میده که روز به روز به قول خودش دیروز قرائتی میگه که گوجه فرنگی از اسلام از نماز بیشتر ارزش داره، یعنی ارزش گوجه فرنگی از نماز بیشتره، مسجداشون خالی، نمیدونم دیسکوها فراوون، کنسرت‌ها اگه نگاه بکنید مجبورن به دلیل امنیتی کردن کنسرت‌ها جلوشو ببندن و موج گذر از مذهب، کنار گذاشتن مذهب و انزجار از مذهب تو ایران زبانزد دنیاست. در ایران ما فقط با بی خدایی طرف نیستیم، با مبارزه با مذهب، با تنفر از اسلام و با جارو کردن مذهب تو جامعه هم روبرو هستیم. بله، الان خب چند دهه است که اسلام سیاسی و رأس اون جمهوری اسلامی دارن توی ایران و خاورمیانه حکومت میکنن و جنایت پشت جنایت خلق میکنن. استراتژی و جهتگیری حزب کمونیست کارگری برای خاتمه دادن به این خشونت سیستماتیک اسلام سیاسی علیه مردم ایران و خاورمیانه چیه؟ ببینید اولین کاری که حزب کمونیست کارگری از همون 40 سال پیش که اصلا خودش تعریف کرد، مبارزه با مذهب، مذهب زدایی از جامعه و در درجه نخست برچیدن حکومت مذهبی، سرنگون کردن حکومت مذهبی و خلاص کردن جامعه از نفوذ مذهب در جامعه، چه حتی فکری، اونجایی که فکری بحث فکری، اونجایی که تو قدرت زدن و تارمار کردن مذهب از قدرت سیاسی، این کار رو انجام میده. این که ببینید همونطوری که اول گفتم اسلام سیاسی و خونریزی و تروریسم با جمهوری اسلامی رو کار اومد. وقتی جمهوری اسلامی که به قول معروف
در عراق مردم عراق در تظاهراتاشون شعار میدادن سر اژدها رو وقتی بزنید دوم اژدها کاری نمیتونه بکنه. و مسئله بر سر اینه که جمهوری اسلامی همونطوری که در فرانسه کلیسا رو زدن و تارمار کردن و الان کلیسا تا حدود زیادی شده به اصطلاح قدرت کشتار و کلیسا رو گرفتند، در ایران هم همین اتفاق میفته. انقلاب ایران به شدت ضد مذهبیه، به شدت برای دور ریختن و زبالدان تاریخ ریختن مذهب به عنوان یک امر شخصی. هر کس آزاده، هر اعتقادی داشته باشه، هر مذهبی داشته باشه، هر جور میخواد برای خودش دعا کنه، حرف بزنه، تبلیغ کنه، کتاب چاپ کنه. جمهوری سوسیالیستی که حزب کمونیست کارگری مدافعشه و برای برقراریش کار میکنه، به هیچ وجه در زندگی خصوصی هیچ انسانی دخالت نمیکنه. هر شهروندی آزاده، آزادی مطلق، آزادی بیان داره و از درست شدن احزاب داره. حتی جریانات اسلامی میتونن حزبشون رو داشته باشن و فعالیت سیاسی کنن، ولی اسلام باید اولا در قدرت باید زد و دست اسلام رو کوتاه کرد، مذهب رو کوتاه کرد از قدرت سیاسی، از دولت، از نهادهای دولتی، از آموزش پرورش. تبلیغ به شدت باید علم در جامعه رواج پیدا بکنه و مالیات باید از جریانات اسلامی که مالیات نمیپردازن الان پول میگیرن و خرج میکنن و امامزاده درست میکنن، اینا همشون باید تحت قوانین مالیات باشن. و به این ترتیب به نظر من مذهب وقتی به یک امر خصوصی تبدیل بشه، مقابله با مذهب هم به عنوان یک امر خصوصی بسیار ممکن میشه که مذهب رو کلن از جامعه حاشیه‌ای بکنن و به اصطلاح ترد و منزوی بکنن. بله، کیوان جاوید، اگر در انتهای برنامه فکر میکنید که نکته ای جامونده لطفاً اضافه کنید در حد 30 ثانیه. 30 ثانیه اینه که من به همه مردم ایران، تمام کسایی که جونشون از دست مذهب، خرافات و تمام این بدبختی هایی که جمهوری اسلامی سرشون آورده، اینه که مبارزه با مذهب رو علنی تر کنن، وسیع تر کنن، جمع های مقابله با مذهب درست کنن، با اسلام درست کنن و مشخصا با حزبی که شدیداً علیه مذهب فعالیت میکنه مرتبط بشن و اونم حزب کمونیست کارگریه. این کمک میکنه که قدم به قدم ما جامعه رو از شر وجود جمهوری اسلامی مثلا خلاص کنیم. بله، با سپاس از شما که ایوان جاوید که در برنامه رویدادها امروز شرکت کردید. بینندگان تلویزیون کانال جدید از شما دعوت میکنم که گزارشات صوتی، تصویری و کتبی از محله و شهر خودتون از طریق شماره تماسی که روی صفحه تلویزیون مشاهده میکنید برای ما ارسال بکنید. به پایان بخش دوم برنامه رویدادهای امروز میرسیم. از شما دعوت میکنم تا دقایق دیگه در بخش سوم برنامه رویدادها همراه ما باشید.